Oh. های های به هایتون انقدر شماها، من به شما هایو تو زبون شما انداختم، شما هم به من های به هایتون رو تو زبونم انداختید و من دیگه اینجوری عادت کردم به های به های. با مزه است بچه ها. من امروز اصلا نتونستم استوری کنم و فقط همین تونستم بگم دقایق دیگه، به خاطر اینکه من و فوزیه میخوایم بریم بلوک هاوس، یک رستوران خیلی خوبی در آلمان هست، شعبه های مختلفی داره، هامبورگ هم داره. من چند وقته که ای بچه هایی به من هدیه دادن، گفتن که زیبا همینطوری هم پا شدم، یه لباسی همینطور خونگی پوشیدیم، البته همیشه لباسمون تقریبا خونگی هم دیگه. حالا به فوزیه زنگ زدم، گفتم فوزیه تو راهه داره میاد، گفتم من میتونم یه نیم ساعتی لایف بذارم، گفت یه ساعت بذار اشکال نداره. گفتم بیا اینجا من یه چیزی همینطوری هم بخورم، بعد یواش یواش رو میفتیم برای شام، بعد از یعنی نهار شام رو میریم رستوران. حالا ما اجازه پیدا کردیم که اجازه داریم که صبحانه بخوریم با شما. موبایل جدیدم هم به شما نشون بدم، خیلی قشنگه، کاور خیلی خوبی داره، کابل که سحر دوست داشت. تو این یکی دو روزه که من به هر حال موبایل رو نتونستم از اونا بگیرم و یه ذرم تنش داشتیم، احمد و با پودا رفته بودن دنبال این که این موبایل رو خیلی خوب همه چیزش رو نمیدونم زنجیرش رو نمیدونم چی شد، یعنی روش نمیدونم از این چیزا میزنن چیه اسکرین نمیدونم چی که قشن. حالا بهتون نشون بدم موبایلو، بعد صبحانه رو شروع کنیم. من همیشه موبایل جدیده، مرسی خیلی خوبه، موبایل جدیدمه، بعد این کابرشو این نمیدونم چی به همین چیزاشو احمدم نشست خیلی چیزاشو درست کرد. بعدش سحر خیلی دوست داشت که من یه کاوری داشته باشم برای موبایلام که اینجوری نیاد روش، همیشه اینی که اصلا دارم الان براتون بگم همیشه دیده بودید دیگه، یه دور اینجوری رو کش بیمد روش. خلاصه اینم موبایل جدیدمون، ولی اینستاگرام هنوز سر فرصت ایمر میده روه. با این اگه خواستم لایف بذارم براتون میگم. فعلا امروز میخوایم با فوزیه یه رو رستوران خوبی برم، روز فوزیه است، چون من از یک شنبه میخواستم این کارو بکنم، اما کار پیش اومد، بعد سلطان پیش اومد و خلاصه امروز فوزی است. ما یه صبحانه بخوریم، دو تام کامنت ببینیم. خانم دریا شما الان چشمم افتاد به پیامتون، تکرار کرد یه با گفتی دیگه حرفتو، تکرار کنی میندازمت از لایو میری بیرون، یه بار گفتی دیگه. حالا دوست پسر میخوای چی میخوای، اون یکی زن میخوای چی ما یه بار گفتی دیگه، گوسفند فروشی که نیست اینجا.
یعنی این با این حرفاتون نشون میدید که چقدر در ارتباط گرفتن با دیگران ضعف دارید. بذارید آخه داشتم میمدم دیشب از خونه احمد، گفت گردوات در چه حاله؟ گفتم بابا یه باری این گردو رو خریده بودی، بذار اینم بازش کنیم دیگه، اون گردو هم تموم شده، بازش کنیم ببینیم که یارم به استفاده برسیم. ولی زیاد خودمون رو سیر نکنیم، یعنی ما همش سعی کنیم گرسنه بشیم که تو رستوران حسابی بخوریم. اما تو رستوران من به شما قول نمیدم که باهاتون لایف بذارم، چون امروز روز فوزی است. اصلا میگم امروز روز سحر، دیدم نه روز فوزی است. دیرو اولا از سلطان بسیار بسیار ممنونم، اصلا به قول معروف مائده برای همه ما بود، بسیار خوش گذشت با سلطان، چقدر کرامت سلطان رو دوست داره، اصلا عاشقشه. دیشب یه پیام نوشته کرامت، خیلی کرامت پسره، اصلا نمیدونستم اینقدر با احساسه. میگفت من دلم اصلا این که سلطان رفته دلم گرفته، یه کاری بکنیم سلطان بیاد اینجا و فلان. و گفتم که خوشم اومد، این دفعه از سلطان خیلی بیشتر خوشم اومد تا دفعه پیش. با سلطان رفتیم، سلطان دوست داشت هدا رو ببینه و هدا رو دید. یه چقدر ما اونجا خندید. رفته با هدا میگه که به هدا میگه هدا تو خیلی کار بزرگی کردی، که چون از آذر ناراحته، از آذر آگنس ناراحته، همش میخواست یه جوری که چون مثل که آذر سر سلطان داد زده و خیلی ناراحته ازش، بعد یه جوری ازش میخواد. گفتش آفرین هدا، تو بالاخره تونستی اسم واقعی اینو برملا کنی. گفتم بابا این خیلی وقت پیش خودش اصلا آگنس به این خاطره که میگفتش که اسم من اقدسه، اسم اصلیم آلمانی ها نمیتونستن اقدس صدا کنن، میگفتن آگنس اینجوری، بعد همون موقع آگنس مونده. ولی از کوچیکی اینو آذر صداش کردم، گفتم بابا اینجوری نمیشه که تو این دوتا یه دوره، هم سلطان هم نوری یه دوره مخالفتی با چیز دارن داشتن باسا، حالا اونم حل میشه. آها نگاه کن، تایمر بذار. آها تایمر بذارم. اوکی آیا اوکی. آذر نمیدونم حالا یه دادی زده چیز کرده، گفته دیگه به من زنگ نزن فلان کن، خیلی ناراحت بود از آذر. اون هم بابا نداره دیگه، حالا زنگ نزن دیگه. خب دیروز امروز که هدا میره و احمد میبره میره سنتش، ماگه چه با این لباسه میاد با مزه. چرا خدا رو رستوران دعوت نکرد؟ نمیخواستم رستوران هم که من دعوت نکردم که، یه خانومی به اسم سارا 200 یورو پول داده، گفته تو و فوزیه چند وقت. منم واقعا رستوران رفتم برای من عذابه، عذاب که هی میگم که چجوری فنام بهمان
آخر سر یک شنبه گفتم فوزیه بلند شو بیا بریم، گفت فعلا بالاخره، گفت نه نمیدونم الان موهامو دارم رنگ میکنم نمیدونم چیه، خلاصه گفتیم دوشنبه. دوشنبه هم که چیز شد، این سلطان اومد، من خواستم این مسئله رو حل کنم، من دعوت نکردم که، سارا دعوت کرده. یه بار خدا ما رو دعوت کرد، منو آذر رو، گفتم حالا خداست بذار به من، خوب بود. دیروز کرامت گفت من حسم به خدا خیلی بهتر شد، گفتم هرچی که دوست داری بگو بهش. با هدا دعوا نکردی به خاطر گوشی بود؟ گوشی رو که قبلا گرفته بودم، گوشی من گوشی جریانه، گوشی دست اونا مونده بود، دعوا نکردم دیگه، بالاتر حرفام رو زدیم دیگه، من حرفام رو زدم. اتفاقا وقتی دیروز رفتم اونجا گفتم که احمد تو حرفاتو زدی، تو اگه توی وایس یه دقیقه حرفاتو زدی، من تو لایوام خیلی حرفای دیگه مو زدم، ولی خوشحالم این حرفا رو زدم. به هدام همینطور، هدام همینطور، پس هممون یر به یر شدیم. مهم اینه که حرفمون رو بزنیم بعد دوباره ادامه بدیم رابطه رو. چرا من الان، یعنی این انتقادی که به آذر دارم اینه که آذر تو حرفاتو زدی منم زدم، خب خوبه دیگه، چرا باید قهر بکنیم با هم دیگه؟ چون حرفامون، حرف دلمون رو زدیم، اصلا ارزش گذاری نکنیم، وحلی اول بذاریم حرفمون رو بزنیم، مثل شینمونه، مثل این میمونه توی اصلا الان رژیم ما، رژیم جمهوری اسلامی، فقط یه دین اسلام اونم شیعه. شما توی چیز کجا دیدید که بیان توی رسانه ها جاهای مختلف کسایی از هم بتونن بر ضد اسلام حرفاشونو بزنن؟ بابا اصلا بگیم بر ضد پیغمبر دارن حرف میزنن، خب بذار بزنن دیگه، زدم. خب تو نظرتو گفتی، خانم بهایی، آقای بهایی، خانم کمونیست، آقای کمونیست، نمیدونم چی چی حرفاتونو زدید. ما حتی وهله اول بخوایم حرفای همدیگه رو بشنویم، البته خود منم این نیستش همیشه بتونم بشنوم، و من به سمیرا گفتم که سمیرا حرفاتو نمیتونستم بشنوم، و چه خوب که توی لایف این حرفا رو زدی، دیگه هی نمیتونستم بگم که بابا نمیخوام گوش بدم، گوش میدادم، دو تا فوش میدادم بهت، ولی چیه؟ گوش دادم نهایت. بچه اینا نگاه کنی، این احمد دیروز داد، میبینید مربای سیب درسته روش نوشته، اینو یکی از دوستای احمد، یه خانمی به اسم مستوره، اون درست میکنه، اون دفعه گلابیشو درست کرده بود، این دفعه سیبشو درست، بعد همیشه اینا رو میگیره برای من نگه داره. ما هم دیگه چیکار کنیم، میگیریم.
مستوره اصلا شاید من رو نمیشناسه، چون اسم منم نگفته احمد بهشون. خب دیگه اینم اینه دیگه. امتیاز این زندگی درمانی با خدا، حالا خیلی امتیاز داشت، خیلی برای خود من شخصا، خیلی از زخمهای من رو باز کرد و چه خوب کرد. زخمی که باز شد چرکا بیرون ریخته شد. برو اونجا. چرکا که بیرون ریخته میشه، حرفای ناگفته زده میشه، بازتاب داره، ناراحتی داره، فلان داره، ولی یک قدم آدم تو رابطهش میره جلو. حالا کدومو بخوریم؟ اینو بخوریم، اینو بذاریم روی این. دیروز خدا گفتش که، خدا خیلی هوشیارانه برگشت گفت من هیچ وقت، یعنی گفت بیا موبایلتو بگیر، هیچ وقت مسائل با هم قاطی نکرد. من خواستم بهش بلاکش کنم، من خواستم ریختشو نبینم، ربطی به هدیه ما نداشت، هدیه قبلیش نداشت. منم بهش 5 تا کتاب داده بودم، یک کتابم دادم که ببره اونجا اگه کسی خواست ازش، یعنی بفروشه برای من. اون کتاب هم با خودش برد. من نه بهش گفتم کتابامو بده، وقتی بهش هدیه دادم هدیه مال اونه. حالا دعوا کردیم، دعوا کردم، اونم در جایگاه خودش فهمید که هدیه‌ای که به من داده در ربطی نداره به دعوامو. بچه یه چیز بهتون نشون میخوام بدم، ببین چقدر قشنگه. دیروز که میبینم چقدرم بزرگ میشه، چقدرم خوشبو، خیلی خوشبوه. بوشم اینتنزیف نیست، زیاد نیست مثل یاسمن. یاسمن چقدرم خوش رنگه، ملایم، ملس. دیشب دیدم که کرامت انقدر برای سلطان دلش تنگ شده، خیلی رابطش، خیلی سلطان رو عجیب دوست داشت، برای من جالب بود. بعد دیدم دیشب ناراحته، یه پیام نوشت گفت احساس دلتنگی شدید میکنم، این گلو براش فرستادم، عکس این گلو فرستادم، گفتم نگاه کن اینو با هم خریدیم. خیلی پسر خوبیه، میخوام بهش بگم هر وقت دلش تنگ شد اگه دوست داره بیاد، دوست نداره خیلی از آدم فاصله میگیره. خونه منو خیلی دوست داره. چقدر کدام از کرامت خوشش اومد. کرامت میگفت من از خدا بدم میاد، گفتم بهش بگو، ولی بعدا گفت نه حسم خوب شد، بهتر شد. گفت من دیگه حسای ما بالا پایین داره.
از خدا پرسیدم مامانت خواسته بود که با احمد صحبت کنه، گفت اون استوری و پست تو کارو خراب کرد. مامانش با من زده دیگه، قبلا هم میگفت اون اینا ایدای زیباست، زیبا که میگه که مثلا من با احمد حرف بزنم، منم اکسترا حرف نمیزنم. باشه اکسترا حرف نزن. چقدر این سالاد در این چند دقیقه ای که وقتی براتون نوشتم تا دقایقی دیگه هیچی ننوشت، هیچی آماده نکرده بودم. آفرین به خودم که در این دقایق کوتاه اینا رو بریزم تو سالاد. کنجد، سیاه دونه و زیزان، تخم کتون، کتان تخم کرد. شما لخ میخوابید چی چی؟ نفهمیدم. بعد اولشو خوندم لخ میخوابید، بله لخ میخوابم. اتاق خواب من باید سرد 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 باشه. لحاف میندازم، سرم بیرون، نفس خوب، هیچ وقت اتاق خوابم من شوفاژش رو روشن نکردم. اکسترا مامان چه بامزه نوشته بود، اکسترا مامانش کار خوبی کرد. آره این کار کرد، خوب یا بد کرد دیگه. کو آها اینجاست، مامانش کار بالاخره. ولی رابطه با خیلی یه نکته جالب از خدا دیدم. آخه رفتم خونه یه دیدم اینقدر دختر خونه شده، همه چی رو میدونه، چی جاشه، اون مهمان بیاد پذیرایی کنه، یه دختر خونه احمد شده، اونو بیار اون. بعد رفتم، تا رفتم دیدم احمد یه دمپایی، همیشه میرفتم یه دمپایی برای من میاره، این دمپایی رو که آورد، هدا اومد یه دمپایی دیگه آورد، گفت نه این دمپایی رو چیز نه، این دمپایی بهتره. اون دمپایی دم یک کوچولوی چیز داشت، گفتم که آره اینو اینو باید بندازیمش دور، احمد چند بار اینو پاره شده اینجاشو دوخته. من یکی از بچه ها برای من از ایران مشابهشو فرستاده، از اوناست که تهش حالت ماساژ داره. بعد گفتم تو چه بامزه همین چیزا رو بلدی. بعد گفتم یه دمپایی من میارم تو خونه دارم. گفت نه من خودم میخوام دمپایی بیارم، من خودم اینجا کل وسایل میخوام بذارم. گفتم آفرین آفرین. گفت دیگه من اصلا میخوام، راهی نیست که، یه ساعت و نیم راهه، یه ساعت و نیم، اونم با یه بلیت ارزون لندن به هامبورگ. یه بلیت های ارزونی هست بعضی موقع با هواپیما 20 یورو ایزی جت، خب منتها وسیله نمیتونید بیارید، خیلی ارزونه، راست میگه. بعد گفت تون تون میخوام برم بیا اینجا هم خونه من. گفتم آفرین صد آفرین آفرین صد آفرین، خیلی خوبه. بعد دیگه با هم غذا درست کنن، چی کار کنن، نمیدونم. این رضام کار میکرد، رضا کار میگفت، یه موقع انقدر داشتیم حرف میزدیم، رضا میمد میگفتش که نهار نیست، گفت الان بلند میشیم میریم نهار درست میکنم. خلاصه شده دختر خونه، بسیار بسیار. آخه گهگاه هم میرفت احمد اینجوری بغل میکرد، خوب بود. خب احمد دوستش داره، اونم احمد رو دوست داره. فقط مونده که اکسترا مادره هم وارد بشه تو این جریان، خیلی خوب میشه.
زیرم بذاریم. خلاصه از اینکه دوباره میخواد بیاد، گفت دوباره هم میخوام بیام، گفتم بسیار بسیار خوبه. بعد وقتی که من میخواستم بیام، هر دوتاشون با هم دیگه بلند شده بودن، زیبا گوجه داری؟ آدم گفت سیب زمینی داری؟ چند تا سیب زمینی بذارم؟ اون گفت چند تا سیب؟ اون گفت زیبا این مربای مستوره رو برای تو. اون یکی گفتم بابا من الان دارم میرم، گفت خودم تا دم ایستگاه میارم. گفتم باشه بیار. الان فوزیه زنگ زد. فوزیه زنگ میزنه همیشه میگه چی کم داری؟ چی بیارم؟ گفتم بابا فوزیه یخچال پره، دیشب که اینام دادن. از اون برم یک کم که باس چیز این پیاز جار میبینی؟ این پیاز جار با سلطان خریدم. بعدش دیدم که یه دفعه گفت ای بادم جون، دیدم بادم جونم خوشش اومد. بابا بادم جون نپختم که کی حالا بادم جون بپزم. کدو احمد داده بود، حالا دو روز طول کشید تا بپزم، همونی که پختم که اسمشو گذاشته بود غذای آفریقایی، چقدر خوشمزه شده بود خودم. ولی بعد گفت شوخی کردم سلطان، یادت باشه ها، شوخی بوخی با خود شوخی کردم، حرفشو میزنه بعدا میگه شوخی کردم. خلاصه ما داریم خانواده رو داریم خیلی گسترش میدیم. به فوزیه گفتم فوزیه نمیخواد یخچاله پره. گفت آره دیگه اینا رو داری پس دیگه ولش کن، دیگه ولش کن. دفعه گفتم بیا امروز روز رستورانمونه. حالا نوبت سمیراست. از خونه احمد که داشتم میمدم تا خونه خودم، از واتساپ با سمیرو و سحر حرف میزدم. شارژ تلفنم هم زیاد نبود. انقدر ما خندیدیم، انقدر خندیدیم، انقدر واقعا گفتم بچه ها شما دو نفر بمب انرژی برای من هستید. گفتم سمیرا دوست داشتن من یه طرف، تو نمیتونی بیای تو گروه چون لفت دادی، تا لفتی دیگر، تا بلاکی دیگر. اینو که اومدم در مورد فودام گفتم تا تقی به توقی میخوره. گفت انقدر ناراحت شده بودم من توی این دو روز وقتی تمام اون پیاما رو میخوندم، یه سری پیاما مثل خنجر میرفت توی وجودم، به خصوص در رابطه با تو که میگفتی خبرنگار مصاحبه گر. گفت خیلی من از این کلمه اذیت میشدم. گفتم مصاحبه گر خبرنگار چی کار میکنه؟ خبرنگار نویترال خونساس، فقط خبر میده. زندگی درمانی خبرنگاری نمیخواست، ما اینوالو میشیم تو زندگی ها. اینقدر از این گل خوش هم نرسیم. یک دو مرسی کرامه. کرامت میخواد ترک سیگار کنه، خیلی برام جالبه. از کرامت خیلی خیلی هممون از کرامت خیلی خوشمون اومده، ولی خیلی سخت میاد طرف آدم. انقدر سخت ها نسوای راه نمیخواست هدا رو ببینه. گو این کلمه پیکر تراشی هم نمیدونست. بعد وقت فهمیده بود که هدا مثلا جراحی کرد، گفتم جراحی که نکرد کلا پیکر تراش. گفت پیکر تراشی چیه؟ گفتم بابا از کون برمیدارن، از شکم برمیدارن میذارن تو کون، از کون برمیدارن نمیدونم میذارن فلان.
از این بر میداره میذاره به اونجا، اونجوری اونجوری میکنم. گفت نه من فهمیدم پس برای چی حسم بد بود. گفتم بابا اونجا خیلی برخورد خوبی سلطان کرد. سلطان گفت بابا خوب کرده که کرده، بدن خویشه، انتخاب خویشه. گفتم آره دیگه ویلکام، بدن خودش انتخاب خویشه، مثل لپوشش. وسط راه به خاطر سلطان اومد. گفتم بیا اینقدر سلطان رو دوست داری، سلطان یه ساعت بشینه خدا از من، یه ساعت حالا که مشاوره خواست. گفت حتی حاضرم هزینه شو بدم، ولی من از خدا هزینه نمیخوام. بعد حتی گفته بود که میخوای به جای موبایل حساب کن. گفتم موبایل مال تو که نیستش که حسابش کنم، موبایل هدیه یه که مال خودم مونده، اونجا مونده، اون هیچه، اونو به هیچی حسابش نمی کنم. بعدا گفت چرا خوشم من اینجوری گفتی. گفتم آره دیده، وقتی یه چیزی یه کسی یه چیزی رو داد باید فکراشو قبلش کنم. بعد اون فرده که تصمیم میگیره برای هدیه. این من گفتم که سل کرامت بیا تو، من میخوام برم اونجا یه ساعت با هدا، یه ساعت اینها مشاوره داریم، اونم اختصاصیه، میخوام تنها با هم حرف بزنیم دیگه. گفت میخوام هزینهشم بده، ولی من هزینه نخواستم. گفتم با هم بریم قدم بزنیم. بعد با راستی اینجا این وسط یه حرفی هم بزنم، 20 پوند این وسط رضا لندن و 30 پوند این وسط هدا موسوی، هر دوتاشون کسایی هستن که با هدا در ارتباطن، اینا به ما هدیه کردن. جالبم هست که هدا موسوی 30 پوند که هدیه کرده گفته 10 پوندش مال زیبا، 10 پوند مال سمیرا، 10 پوند مال مجید. به مجید گفتم مجید اولین بار به تو یه هدیه رسید. گفت اینو میخوام بزنم به دیوار، میخوام بزنم به دیوار. بعد این وسط خب هدا با اونا ارتباط داشت دیگه، اینا خیلی جالب شد این دو نفر. چون هدا موسوی گفته که من میخوام برم هدا حاتمی رو دوباره ببینم و عکس میگیرم و اومد تو گروه ما. چون یه بار بهش گفته بودم که خب شما هم همش حرف نزنید دیگه، عمل کنید. خلاصه هم مالی هدیه کرد، هم اومد تو گروه، هم ویدیو مسیج داد. و این وسط هم هدا خیلی کتابایی که میگرفت گفت زیبا من میخوام اون کتابی که به من دادی رو، اضافه دادی رو بدم به هدا موسوی. گفتم بده. کرامت این وسط به خاطر عشق شدید به سلطان که با سلطان برگرده و بیشتر با سلطان باشه اومد. تا اومدن نشستن منم سریع اونجا غیبت درمانی رو به حضور درمانی تبدیلش کردم. گفتم هدا این درباره تو این حرفا رو زده، کرامت هر چی که میخوای بگی بگو. خلاصه بعد اونجا گفتش که هدا برگشت گفتش که کرامت هر چقدر به من حس بدی داشته باشه من کرامت رو نمیدم، چرا دوست دارم و حس خیلی خوبی بهش دارم.
کرامت مهندسه، انقدر از اومدنش به آلمان ناراحته میخواد خودش رو دیپورت کنه. میگه من سربستان بودم، بالکان بودم، نمیدونم او کشورهای دیگه بوده، بهتر از این آلمانه. گفتم خب خیلی این حرف و نظر رو دارم ولی نمیتونن اقرار کنن. آفرین به تو که اقرار کردی. گفت من یه آدم نیستم که بشینم دنبال پول دولت و فلان اینا باشم، من باید کار کنم و باید کار کنم. این وسط یه پسر بسیار خوشگله دیگه، خیلی خوشگله، این پسر از اون مدل هاست، به اسم کیهان، نمیدونم لایو من رو میبینه یا نه، همون کسی که 400 اورو پول، اما یه ذرم دیر کردم برای لایو به خاطر اینکه پول 400 اوروی سلطان رو میخواستم برای اون اوبروایزن کنم، حواله کنم. اومد طرف سلطان رو گره. خودم بابا دیگه پول صرافی که نمیده، پول صرافی رو البته میخواست بده، ما نپذیرفتیم. گفتم تو هم دانشجو، با دانشجو ارتباطت زیاده، همون 50,000 تومن یورو رو حساب بکن روند بشه، بشه 20 میلیون. بعد یه دفعه برگشت اینجوری کرد کیهان، گفت نه شاید بیشتر باشه قیمت یورو، بذار. گفتم ای چه جالب، یه دونه برای من نون گرفت، این نون اومدم سرش کلا بذارم، سرش که کلا که بذاریم که یعنی بیایم بگیم که حالا یه جوری دیگه. گفتم پول خورد داری؟ من پول خورداتو بریز که دیگه این پول درشت نشه، این نونه برای اون نونه، یه نونه یکونیم اویرویی 1,600,000 تومن کیهان براش بیشتر واریز کرد. این هم این الان هستش توی چزا. اینم خدا چقدر خوشش اومد از کیهان. منم این دو نفر رو به هم دیگه آشنا کرد. احمدم برگشت گفت کیهان من میشناسمش، چند بار اومده خونه من، بسیار بسیار پسر باشعور خوب، از اونا بود که اول اومده بود بره نمیدونم دنبال تلری پلری بها، بعدم خیلی طرفدار محیط زیست و اینا میشه و الان هم یه کار خیلی بالایی داره چون دیگه فارغ التحصیل شده. ما این پسر خوشگل رو هم علاوه بر این که با رضا به این پسر خوشگل آشنا شد، با کیهان هم آشنا شد. دفعه دیگه یه دفعه دیگه با کیهان رفت خونه کیهان. احمد هم هر دوتاشون رو دوست داره دیگه دیگه، یعنی هم کیهان رو دوست داره هم رضا رو و هم هدا رو. اینو بخوریم. و این گونه است که همه با هم به سوی خدا می روید. ربنا آتنا. ربنا آتنا اننا. یکی اومده میگه که بچه هایی که با احمد مخالف بودم اومدن گفتن که سلطان خیلی خوبه. گفتم ما همه رو با هم میخواییم، ما همه رو با هم میخواییم. نوک اومد به بازار کهنه نمیشه دلازار.
همه جایگاه خوش رو دارم و صبحانه بسیار بسیار عالی شد. نمیدونم چرا دایوار صبحانه ها به من خیلی میچسبه. البته دیروز نهارم خیلی خوب بود با سلطان کرامت. اون یه جور تخم مرغ گفت، من تخم مرغ خودم و خودم میپزم، عاشق تخم مرغ پختنم هستن. ما هم گفتیم بهتر. 4 تا تخم مرغ داشتم، البته دیشب 4-6 تا تخم مرغ بود. مربا رو باز کنم، پس باز کنیم ببینیم چسبش. یه دونه هم چای میوه‌ایه بریزیم. او رنگ گل سنبل منه. برگردونم یه بار دیگه. هر آن ممکنه فوزیه در بزنه. در زد. خب در رو باز میکنیم، چیزی نیست که. ما هم که خیلی دوست داریم وسط ها بیاد دیگه کسی. و اما آها، خواستم اینو باز کنیم، به شما اینو نشون بدم. او 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 اون دفعه مربا کل انگور رو گذاشته بود، حالا وای چه با مزه، چه با مزه، نگاه کنی. وای پس یه بشقاب بیارم. بشقاب اینو بیاریم، فیلن اینو بیاریم، بلند نشه. خیلی جالبه. سیب بیا بیرون، بیا بیرون، بیا بیرون، بیا بیرون مستوره. از این کارا زیاد بکن، مستوره. زیبا حست به هدا چیه؟ من سوال خوبیه. حست به هدا، از خدا بدم نمیاد، این هست. تو این کاراشم ازش ناراحت شده بودم و یه حالت فرصت طلبانه به من دست داده بود و خودشم اومد گفت خیلی گند کاشتم خیلی، ولی واقعا اتفاقا روان در مشاورش هم این بود که گفتم خب آدم انقدر اشتباه میکنه تا ماری کوری 30 بار اشتباه کرد تا او 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 اینا اینجوری بخوریم. یعنی توی این چایم سیب هست. اینم سیب. پوست و پرتقال هست.
اینم پوست پرتقال. الان دیدید دیگه، اینم پوست. جالب اینه چاییش پوست پرتقال داره، مرباشم پوست پرتقال داره. بایستم خوردن این کار زیاد بود، حسم به هدا. سوال خوبیه. چقدر سخت توصیف این حس. از اینکه داره حرکت میکنه، ازش میتونم بگم خوشم میاد. دوست داشتن، دوست داشتن، نمیدونم. شاید دوست خواهمش داشت، ولی خوشم میاد که حرکت میکنه، اشتباه میکنه، میفته زمین، بلند میشه و باز هم میره جلو. حسم در این حد گفتم. سحر رو دوستش دارم، سمیرو رو دوستش دارم، وحید رو دوستش دارم، حتی احمد رو دوستش دارم. مثلا رضا خونه احمد هست، هست دیگه، نمیتونم بگم دوستش دارم که هست و هست. باشد خوب است، آی چطوری خوبی. این هدا خیلی بالاتر از رضاست، خیلی بالاتر است، به خاطر رابطه ای که داریم. چون هر روز نزدیکتر میشه به خاطر کاراش، حرکتهاش، رفتارهاش. برای همین یک بار بهش گفته بودم این را میبینم که تو را دوست خواهم داشت. احمد خب خب من عاشق احمد نیستم، مشخصه. به طور فردی شاید احمد حس، مثلا احمد فوز هدا میگفت من زیبا توی رابطه با، توی این وقت چند وقتی که مثلا با احمد برخورد میکردم، احساس میکردم یه حس خیلی عاشقانه، کلمه عاشق شاید زیاده، ولی گفت یه عشق خاصی داره به تو. گفتم که خب مشخصه که چیزی که هست، ولی نمیتونه، یه چیزی که نمیتونه عنوان کنه، بیان کنه، به خاطر روابط اجتماعیش، به خاطر خیلی از مسائل. برای همین حدش مونده همون جاست که هست. رابطه ما در یه حدی است و هیچ وقت نفرت پیدا نمی کنم به احمد، هیچ وقت. حتی بدترین کار رو بر علیه من بکنم. ینس بدترین کار رو بر علیه من کرد، ینس بدترین اتهام ها رو زد، بدترین ضربه ها رو به من زد. رفتم چندین بار بهش گفته بودم، گفته بودم ینس تو حتی بیای منو، یعنی اصلا بخوای به قتل برسونی دیگه، نهایت اینه دیگه. به واسطه مسائلی که در زندگی من، کارهایی که در زندگی من در یه مقطعی انجام دادی، رابطه از بین رفتنی نیست برای من. برو بدترین کارا رو بکن،
میرفت دوست پسرام میگفت این روانیه این فلانه برید دوست پسرامو چیز میکنم. گفتم هر کار دوست داری بکن. تو در اون 2 سال اول زندگیمون کاری رو به من کردی که در اون زمان برای من حکم شیره جان بود. تو به من یه جان دادی در یه زمان خودش. موقعیت احمد با موقعیت ینس برای من تو وجودم فرق داره. احمد ینس خیلی بالاتر بود برای من. ولی احمد هم یه کارایی در زمان خودش برای من انجام داد و انجامم میده در حد به قول خودش توانش. اصلا بیا 100 برابر اونا رو بگه. انتظارشو دارم چون واقعیتشو میدونم دیگه. و این اتفاق بازم تکرار خواهد شد. اما من هیچ وقت مقابل احمد نخواهم ایستاد. کارهای خودم رو خواهم کرد چون من سیرم، من به هیچ کسی تعهد ندارم و بعدی به هیچ مال هیچ کس نیستم، هیچ کسم مال من نیست. اما ینس اومد گفت تو انگشتر منو دزدیدی دادی به احمد، انگشتر منو دزدیدی دادی به احمد. تازه با احمد دوست شده بودم. بعد که با احمد آشنا شده بود میگفت احمد تو خیلی خوبی. با ینس آشنا، ینس با او آشنا میشد میگفت او به تو خیلی خوبی. همه اینا در یه نقطه با من اختلاف داشتن. بس اون اختلاف یه زمانی بروز میکنه. یه زمانی اون اختلاف خودشو بروز میکنه. فکر میکنه انتظارشو ندارم. دارم. و افرادی که در زندگی میان مثل خدا این اختلاف ها رو نشون میدن کار بزرگی برای من میکنن، خدمت بزرگی میکنن. برای همین من از خدا خوشم میاد. اما دوست داشتن مانده است. دوست داشتن مانده است. شما یه کاری برای یه کسی میکنی در یه مقطعی جون شما رو نجات میده. دلیل برای نمیشه شما عاشق اون فرد بشید. ولی اون فرد افرادی هستن تو زندگی من، حتی فوزیه، فوزیه 100 تا پشت بده 1000 تا کار بکنه، بدترین میشه وایساش هست دیگه، هر وقت بیاد از من یه چیز بره برگرده باز جاش هست. چرا؟ چرا؟ چون در یه جایی، در یه مقطعی، در یه چیزی یه کاری برای من کرده که اون کار رو من میدونم چه بوده و اون کار براش احمد گفتم تا آخر عمرم هر موقع یه چیزی تو، هر اتفاقی بیفته، هر موقع یه چیزی تو از من بخوای من برات انجام کنم. رو بیا 100 تا فوش بده. در مقابل فوش های ینس که چیزی نمیشه. و اما کیست که مقابل ینس و احمد اون موقع مقابل ینس سکوت میکرد وقتی این حرفا رو میزد؟ کما این که فکر میکنین الان پدر و مادر من بیان با احمد آشنا بشن حرف بزنن احمد طرف منو میگیره؟ پیشا پیش به شما میگم طرف اونا رو میگیره.
حالا این اتفاق بیفته. پس خداهای بعدی خواهند آمد، منتظر باشید. خداهای بعدی خواهند آمد. این می رود، آن می رود، آن می رود، این می رود، آن می آید، آن می آید، این می رود، چیکار، چی 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 چی. اما این من هستم که با خودم می مانم. یه سن از این بریزیم رو این شیره مربای مستوره رو اینجوری بخوریم مثل حالت نلبکی. هورت هورت نکن. این دفعه خواستیم هورت هورت بکنیم، همدن کردیم. اگر نه خود منم از هورت هورت خوشم نمیاد، ولی خیلی خوب بود. یه بار دیگه برسیم، شیرش خیلی خوبه. چقدرم خوش رنگه. روزا فاربه، روزا. بدون هورت هورت. زیبا، دمت کرم، خیلی بخشنده. بخشنده. من خیلی وقت هم خیلی به شدت کنسم. بخشندگی، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم. رحمان و رحیم. خوب بود، خیلی صبحانه خیلی خوبی بود. فوزیه بیاد یکم بشینیم. خیلی جالبه، گفت بریم قشنگ غیبت درمانی کنیم. گفتیم آره غیبت درمانی میکنیم و خیلی لذت داره. بعدش یه ذره قدم میزنیم و خواستم براتون بیا این گلا رو بهتون نشون بده. انقدر این گلو خوشم میاد شما رو ببینه اینجوری. بازم بهتون نشون بده. رنگو میبینی چه قشنگه. آخه تو چقدر قشنگی، آخه چقدر خوش رنگی. بلند شدم این بر ببینی چقدر خوش رنگی. به 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 به. خب بچه ها دیگه روزی هم خیلی راحت تر شو، بریم بالکن گلای چلم ببینیم و بعد بسیار چسبید صبحانه پیشا پیشه چیز. این گلا دیگه داره خراب میشه، اما یه کاریشون بکنیم الان. ولی چه آدم قشنگ بودن اینا. بریم بالکن. این قبرستون کنار خونه من یه قسمت داره، اگه بتونم فردا برم. اوی 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 سرده. فردا برم از اون قسمت براتون لایف بذارم، خیلی خوب. تمام گلای یپانیش کیشه هست. بای بای. رستوران لایف هیچ قولی نمیدم. فوزی اگر پذیرفت با کله این کارو میکنم، اگر نه که دیگه نمیذارم. ولی تلاشمو میکنم.